فیلم کوسه جنوب، ساخته ساموئل خاچیکیان، محصول سال 1356. اکبر، نادر، عباس و رضا که روابط دوستانشون از کودکی شکل گرفته، در پی رسیدن به آرزوهاشون راه‌های مختلفی رو انتخاب می‌کنن. عباس و نادر لباس نظام به تن می‌کنن. اکبر به گروه دایی قاچاقچیش می‌پیونده و رضا که فلجه، آرزوی جز ادامه دوستی با این سه نفر نداره. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ضمناً به صلاحت که از حالا یه اسم دیگه برات انتخاب کنیم، مثلا کوسه. بخندین دیوونه ها، همیشه بخندین. فردا به ماموریت خطرناکی میرم با یه تریلی بزرگ، اما بازم موفق میشن. اون وقت من با دست پر برمیگردم و برای همه تو خونه میسازم. سلامتیت ناده، قربون تو عباس. رضا سلامتیت، معصوم سلامتی تو کوسه. تو اینجا چی کار میکنی؟ چشم دایما دور دیدی؟ نه ترس، اون پیر مرد اگه توپ هم زیر گوشش خالی کنن بیدار نمیشه. بی خود نیست که، اون پیر مرد رو اسیر خودت کردی. اما نمیخوام تو رو اسیر کنم، چون تو یه مرد واقعی هستی کوسه. زن افسونگری به نام شراب بین رابطه پدر و پسری که بعد از سالها همدیگر رو پیدا کردن فاصله میندازه. زن به پسر علاقه‌مند میشه، اما چون پسر دختر دیگه‌ای رو دوست داره، رابطه این دو رو از قبل هم تیره‌تر میکنه. بخشهایی از فیلم زنی به نام شراب رو با هم تماشا میکنیم. پس چرا عقد کردی؟ عقد نکردم. او ببینم لبتو. بمیرم الهی. تقصیر من شد. بگم دوست دارم، دوست دارم. محسن نرو، بذار بهت بگم. محسن چرا نمیخوای بفهمی من با تمام وجودم تو رو دوست دارم؟ چی میخوای از دور من؟ نمیذارم بری، باید به حرفان گوش بدی. دوست دارم، باور کن، برای اولی مرتبه تو زندگی راست میگم. تو رو دوست دارم، بگم برم کن. دوست دارم، فیلم هیاهو که تو سال 1353 ساخته شده، راجع به امیره که از هیاهو و ازدحام شهر به روستای پدر و مادرش اومده و قصد داره به نوجوانها سواد یاد بده. در این بین به دختری علاقه‌مند میشه، اما مشکل اینجاست که مادر دختر هم قصد داره نظر امیر رو به خودش جلب کنه.
بخشایی از فیلم هیاهو رو با هم تماشا میکنیم. صبر کن، کجا میری؟ اگه میخواستی بری چرا اومدی؟ راستش وقتی فهمیدم شما در این همون میکنین گفتم بهتره دیگه مزاحمتون نشم. بیا تو، از سر شب تاله منتظرت هستم. امشب ترانه رفته جشن تولد یکی از دوستاش، بیا تو. نه من همینجا منتظر میمونم تا شما لباستونو بپوشید. من میخواستم امشب آزاد باشم، واسه همین بود که گفتم بیای اینجا. میدونی حمید برگشته تهران، دیشب باهاش حرفم شد. میدونی واسه چی؟ همش سر تو بود. میگفت چرا با تو رقصیدم، چرا تو رو به اینجا راه دادم. حالا بیا تو دیگه، بیا بریم، باهات کار دارم. بی خود که نگفتم بیای اینجا. شاید شما ندونین که من برای چی اومدم اینجا. فقط برای اینکه کنجکاو شده بودم. راستش میخواستم ببینم با من چی کار داری. خیلی ساده است، حالا بهت میگم. بشین. خب من ازت خوشم اومده، برای اینکه خیلی ساده و بی‌قلقشی. وقتی تو جشن تولد ترانه دیدمت، از لباس پوشیدنت، از غرورت و از بچگیت خوشم اومد. من از اونایی که شیک و پیک را میرم، از اونایی که هزار جور خط نشون بر آدم میکشن متنفرم. شایدم واسه همینه که همیشه تنهام. به من نگاه کن امیر، به من نگاه کن. حالا تو که از اوناش نیستی ها؟ نمیفهمم، از کدوماش؟ از اونا که اگه آدم دوستشون داشته باشه فلنگو میبندن. من اصلا منظور شما رو نمیفهمم. تو اصلا خنگ و دیوونه ای، یه دیوونه دوست داشتنی. نه من نیستم. وایسا امیر، کجا میری؟ ولم کن زن، من به غذای نیم خورده کسی لب نمیزنم. دیوونه بچه نشو. ولم کن، بالاخره زهرم رو بهت میریزم. من فکر میکردم تو آدم هستی، تو یه حیوان بیشتر نیستی، احمق بیشود. فیلم توپولی به کارگردانی رضا میرلوهی محصول سال 1350. توپولی با بازی همایون جوون چاق و خلوزیه که همراه دوستش اسی با بازی مرتضی عقیلی توی یه خونه اربابی کار میکنن. توپولی باعث میشه که این دو نفر رو از اون خونه بیرون بندازن و در عوض این دو نفر توی کارگاه چوببری استخدام میشن. ولی همسر صاحب کارگاه یعنی زری خوشگام میخواد توپولی رو اقوا کنه. بخشهایی از این فیلم کمدی رو با هم تماشا میکنم. تا آخرشم کار دست ما میری. اگه تو دست از لجبازیت ورداری هیچ کس نمیفهمی، هیچ اتفاقی هم نمیفته. زن خوشو برو. اگه شوهرت الان سر برسه. اون سر نمیرسه، الان خور و پفش هفت آسمونو پر کرده. ببین بذار یه چیزی بهت بگم و خلاص. من هر کاری ممکنه دستم ساخته باشه
اما این یکی هیچ وقت. شده شب تا صبح تو کثافتم خوابیدم، اما با زن مردم هیچ وقت. یعنی این حرف آخرته؟ این حرف اول آخرمه. فیلم سینمایی هزار بار مردن که تو سال 1356 ساخته شده، از این قراره که محسن بعد از ترک شدن توسط خانواده و انتقال به پرورشگاه با نوجوانی به اسم احمد آشنا میشه و از پرورشگاه فرار میکنه. سالها بعد محسن و دوستش سارقان حرفه‌ای شدن. محسن قصد داره برای بار آخر سرقت بزرگی رو انجام بده. سرقت لو میره و محسن در فرار باعث کشته شدن کسی میشه و در نهایت دستگیر و اعدام میشه. بخشایی از فیلم هزار بار مردن رو با هم تماشا میکنیم. سلام. سلام. چرا تو نمیای؟ اونا میخوام برم، کار دارم. کجا بودی که اینقدر خستی؟ یه شکار چاق و چله دم با این خورد به پاسم. پلیس رسیده از چنگمون در رفت. با این کاری که دارین بالاخره سرتونو به باد میدین. آره چی کار کنیم، مجبوریم دیگه. به اسقر آقا گفتین که ما اومدن؟ اگه بگم اسقر نیست ناراحت میشی؟ یعنی میخوای بگی نیست؟ آره چون استشو میگفتم نمی اومدی تو. خدا بده آبجی، خدا بده. بالاخره تو آدم بشو نیستی. کش دست تو. صبر کن ببینم. فکر میکنی تو کی هستی؟ ها؟ تقصیر منه. اگه بهت نمیگفتم دوست دارم اینقدر خودتو واسه من نمیگرفتی. گوش کن خانم چون، من با کسی که نون نمش خوردم خیانت نمیکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه بی عرضه ای، برای اینکه مرد نیستی. آره تو راست میگی، برای زنای هرزه ای مثل تو مردی سخت.